بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. وقتی ریشه های پیروزی و شکست ها در طول تاریخ رو بررسی می کنیم به نکته می رسیم که بسیار قابل تأمله. از اون طرف وقتی که بدانیم تاریخ مرتب در حال تکرار شدنه، دونستن این نکته کمک میکنه برای امروز ما در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی ما. یکی از مهمترین و بلکه مهمترین دلیل در پیروزی ها و شکست های طول تاریخ، قرب یا بعد فکری و قلبی جامعه با رهبر خودش بوده. این رهبر که دارم عرض میکنم لزوما رهبران آسمانی مراد نیست، بلکه حتی جریانی مثل هیتلر، جریانی مثل اتفاقاتی که در امریکا رقم خورده، جریاناتی که در دنیای اسلام محقق شده. خب این هم افقی با رهبر جامعه، ولی جامعه، باعث میشه که انسان از اوضاع و شرایطی که پیرامون او هست دقیق تر با خبر بشه تا بتونه اون وظیفه اصلی خودش رو تشخیص بده و در بزنگاه ها به راحتی بتونه انجام وظیفه بکنه. ما در جمهوری اسلامی و در انقلاب اسلامی توی این نکته مهم تلاش های بسیار بسیار زیادی رو باید انجام بدیم. چرا؟ وقتی انسان به این تحولاتی که داره در دنیا رقم میخوره توجه میکنه، میبینه که روز به روز، نه اینکه دیگه ماه به ماه یا سال به سال، داره تحولات تغییر میکنه و انسان فرصت داره تا خطاهای خودش رو جبران کنه. نه، روز به روز داره این تحولات سرعت میگیره و اگر انسان نتونه جایگاه خودش رو در این نظام هستی، در این نظام اسلامی، در این مکتب تشیع پیدا بکنه، مطمئنن آسیب‌های جدی به او وارد میشه. خب ما وقتی که خودمون رو با ولی جامعه، با رهبر حکیم انقلاب میایم و در نظر میگیریم، میبینیم که باید در سه تا ساحت به ایشون نزدیک بشیم. یکی ساحت فکره، یکی ساحت قلبه و یکی هم ساحت عمل. ساحت فکر در حقیقت همون اندیشه ها، همون نگاه، همون منظومه عالی و راقیست که ایشون دارن، که هر چقدر ما به ایشون نزدیکتر بشیم، لاجرم در مقوله به نام عمل هم میتونیم نزدیک بشیم. مقوله قلب یعنی همون محبت و ولایتی که باید بین امام و امت برقرار باشه، ما در خودمون احساس بکنیم این میزان محبت و ولایت پذیری که بزرگانی از اولیاء الهی، از علمای درجه یک نسبت به ولی فقیه ابراز میکردن، بسیار بسیار حیرت انگیزه. در بیانات مرحوم آیت الله ناصری، مرحوم آیت الله فاطمی و مرحوم علامه حسن زاده آمولی و در شهدای ویژه و برجسته‌ای مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل دکتر فخری زاده و خیلی از اینها، وقتی انسان توجه میکنه میبینه این محبت و این نوع علقه قلبی که باید نسبت به ولایت وجود داشته باشه، واقعا یک سنگ محکی است که انسان باید در خودش اون رو جستجو بکنه. و نهایت هم بحث عمل، که من در عمل فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی خودم بیام پشت سر ولی جامعه حرکت کنم. توی تعریف شیعه گفتن که شیعه کسی است که پشت سر علی حرکت میکنه، من شایع علیان. خب اون کسانی هم که اومدن و در ردیف‌های بعدی حضرات معصومین و بعد از اونام جانشینانشون، این فقهای عظیم الشأنی که در طول تاریخ بودن، میگه ما پشت سر اونا اگر حرکت کردیم، این میشه عملی که مطابق دیانته و میشه اون رو امضا زد. با این مقدمه، اگر این هم افقی اتفاق بیفته، اون محصول نهاییش تعجیل فرج است. یعنی اون حادثه مهمی که تمام انبیاء الهی منتظرش بودن و در حقیقت مرتب بشارت میدادن به دوستانشون، اون
اگر قرار باشه زودتر محقق بشه، لازمش اینه که به سر برای اون حادثه آخر الزمانی زودتر مهیا بشه. این بستر یک بستر انسانی است، یعنی اگر قراره که امام زمان سلام الله علیه ظهور بفرمایند، این ظهور باید برای قلب‌های آماده، برای جسم‌های آماده، برای افکار آماده باشه که ما قائلیم نزدیکترین افکار، نزدیکترین اعمال در شرایطی که ما الان درش هستیم توسط ولی فقیه نسبت به امام زمان داره اتفاق میفته. خب هر چقدر ما بتونیم به این نگاه نزدیک بشیم، ما هم انگار تونستیم یه قدمی برداریم برای اون حادثه بسیار بسیار ارزشمند. با این مقدمه وقتی ابعاد شخصیتی رهبر عزیز انقلاب رو ما میخواییم بررسی بکنیم، در چهار مقوله ما میتونیم گفتگو بکنیم. مقوله نخست بحث اخلاقی و اجتماعی است. مقوله دوم بحث رهبری و مدیریتی. مؤلفه سوم بحث جهادی و مبارزاتی. و نکته چهارم بحث های علمی است. سه مورد اول از بحث ما فعلا دور هستند. در باب مسائل علمی ما چند نکته رو باید بگیم. حضرت امام و حضرت آقا در چهار حجاب قرار گرفتند که اینها مانع شدند برای اینکه اون وجهه پرعظمت علمی اینها برای جامعه ما، حتی برای متدین و حزب اللهی های ما شناخته بشه. حجاب اول حجاب معاصرته. خب حجاب معاصرت یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت آقا چون الان در میان ما هستن و ما فاصله ای نگرفتیم مثل اون فاصله ای که الان ما داریم نسبت به شیخ مفید، اون فاصله ای که ما داریم نسبت به شیخ طوسی، مثل شیخ انصاری، مثل هر چقدر این فاصله دورتر میشه، انگار که ما از یک قله مرتفعی داریم این پایین رو وقتی نگاه میکنیم اطلاعات فراوانتری به دست ما میاد. این حجاب معاصرت برای همه بوده، حتی برای اولیاء الهی، برای ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین. نگاهی که امروز ما به امامان داریم این نگاهی است که بسیار بسیار جلوتر، عالی‌تر از اون نگاهی است که در زمان خود ائمه به اونها می‌شده. حجاب دوم حجاب سیاسته. در حجاب سیاست وقتی که یه شخصی اومد وارد وادی سیاست، اونم به معنای خاص کلمه، شد، حتما این سیاست مانعی خواهد شد برای اینکه ما بقیه زوایای وجودی او دیده نشود. اونم یه سیاستی که اینقدر دشمن داره، یعنی سیاست مکتب عالی تشیع، که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که تمام عالم به گونه دشمن او هستن. اونهایی هم که نمیتونن دارن دعا میکنن برای دشمنان که اونا موفق بشن. نمونش جنگ 8 ساله ماست که بیش از 80 کشور به نقلی مستقیم و غیر مستقیم با ما در جنگ بودن، یعنی جنگ جهانی به معنای کلمه. جریان داعش یک جنگ جهانی دومی بود که علیه انقلاب اسلامی رقم خورد. این جریانات مربوط به زن زندگی آزادی یک جنگ جهانی رسانه‌ای عجیب و غریب و پرهیمنه‌ای بود که هنوز ما درش قرار داریم و هنوز به پایان نرسیده. اینها برمیگرده به همین حجاب سیاست. حجاب سوم حجاب رسانه است. در حجاب رسانه طرف مقابل، اون دشمن، اومده با انواع و اقسام ترفندها و دروغها و تهمتها و فکاییها و طنزها و شایعها و هر چی که از دستش برمیاد نسبت به هم شخصیت ولایت فقیه و هم شخص ولی فقیه داره اعمال میکنه. خب اینها لاجرم اثر داره. من هیچگاه یادم نمیره در دهه 70، خب اونجا اواخر دهه 70 ما تازه دانشجو شده بودیم، مصادف شده بود با اوایل دولت اصلاحات. در دولت اصلاحات یکی از کسانی که مقابل جریان فکری اصلاحات ایستاد مرحوم علامه مصباح یزدی بود. هیچگاه من یادم نمیره بسیاری از کسانی که شاید شاگردان آقای مصباح هم به حساب نمی اومدن، عربده کشی میکردن در روزنامه ها، در سایت ها، در رسانه های عمومی که آقا چرا آقای مصباح با ما مناظره نمی کنه. اونقدر تهمت بستن، اون تا اینکه کاریکاتور ایشون رو مثلا روزنامه حیات نو کشید،
بعد یه وقتایی برای خود این بچه انقلابی ها و حزب اللهی ها هم به مقداری ایجاد تردید شده بود که نکنه آقای مصباح مثلا دارن اشتباه میکنن. خب اثر داره تبلیغات، اثر داره رسانه، اثر داره. اونم وقتی که شما میبینید با انواع نیرنگ ها و ترفند های هنری میان یه کار رو انجام میدن. خب اینم حجاب سومه. و اما یه حجاب چهارمی هم هست، اونم حجاب حسادته. حجاب حسادت. بسیاری از کسانی که در عالم سیاست، در عالم دیانت، در عالم رفاقت، در عالم رفاقت آقا رو از نزدیک میشناسند، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل اون آیه‌ای که در مورد نبی مکرم اسلام هست که الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. این مسیحی‌ها، این یهودی‌ها میدونه اینا چجوریان. اینها پیامبر رو مثل این که چجوری آدم فرزند خودش رو میشناسه، اینا این گونه پیامبر رو میشناسن. خب پس چرا نیومدن پای کار؟ یه بخشش حسادت بود، یه بخشش حسادت بود. خیلی از این آقایونی که در داخل کشور یا اون کسانی که در داخل کشور بودند و بعدها به هر دلیلی رفتند و خارج از کشور اپوزیسیون شدند، اینا کسانی هستند که واقعا آقا رو از نزدیک میشناسن، توی اعترافاتشون هست، اما این حسادت یک مانعی است برای این که بیان و اعلام بکنن که آی مردم، این انسان والا و واله و شخصیت ممتازی که امروز جریان رهبری انقلاب اسلامی رو در سراسر گیتی عهده‌دار شده، یک شخصیت بی‌نظیره، یک شخصیت بی‌نظیره. خب این کار رو نمی کنن، حسادت مانع میشه. خب این چهار تا حجاب باعث شده که ما واقعا از شخصیت علمی حضرت آقا کم اطلاع داشته باشیم، تا جایی که تا مدت ها حتی بعضی از انقلابی ها منتها خیلی محجوبانه از مسلمانی میپرسن که آقا مثلا مجتهد هستن، آقا مثلا این بحث مرجعیتشون درسته. به ضرس قاطع میتونیم بگیم که ایشون اعلم هستن. حالا بحث ما این نکات این گونه ای نیست که بخوایم گفتگو داشته باشیم. اون اعلم به معنای یک شخصیت ذو ابعاد در علوم مختلف اسلامی که حالا میخوام یه مقداری به اونها بپردازم. پس با این مقدمه دوم من میخوام یه مقدار از شخصیت علمی ایشون رو عرض بکنم، تا بعد وقتی که بر سر سفره پربرکت طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نشستیم، اونجا خاطرمون جمع باشه که این مطالب از یک زبانی اصطلاحا و از یک دهانی خارج شده که اون پشتوانه علمی لازم برای بیان این دیدگاه ها کاملا در وجود او نهادینه شده و میتونیم به ضرس قاطع پای این سفره بنشینیم و استفاده لازم رو ببریم. در شخصیت علمی ایشون یکی از نکات مهم بحث منظومه اعتقادی اسلامه. این منظومه اعتقادی که داریم عرض میکنیم نیاز به توضیح داره. در جلسه دوم که پیرامون کتاب طرح کلی باید گفتگو بکنیم، اونجا مفصل من بهش خواهم پرداخت. نکته دوم بحث اون ارادت تام و تمامی است که ایشون نسبت به قرآن دارن. حالا نسبت به قرآن، چه تلاوت قرآن، چه حفظ قرآن، چه تدبر در قرآن و چه تفسیر قرآن، که اینها میدونید همه با هم دیگه متفاوته. واقعا جریانی در قرآن که یک جریان هنری است به نام قرائت، اون قرائت مجلسی، اگر ما بگیم یه پیشاهنگی داشته که باعث شده یک افقهای بسیار جدیدی در کشور ایجاد بشه، شخص حضرت آقا هستن. چه از قبل انقلاب که شما بسیار از این قراء ممتاز مشهدی رو مشاهده میکنید که از شاگردان ایشون به حساب میان و با تشویقهای مکرر ایشون توی این وادی موندند و بعد چقدر شاگرد پروروندن، و چه بعد از انقلاب روز نخست ماه مبارک هر سال تقریبا یکی از برنامه‌های ثابت ایشون همین دیداری است که با قرا و حفاظ و کسانی که با قرآن مأنوس هستن. اون بحث تفسیر قرآن ایشون هم که خب یکی از اون بحث‌های بسیار بسیار ارزشمندی است که وقتی ویژگی‌های تفسیری ایشون رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم یک گرایش اجتماعی سیاسی در اینا هست، یک جهتگیری های هدایتی تربیتی رو انسان مشاهده میکنه. توی تفسیر ایشون بحث کارآمدی قرآن موج میزنه و بعدم تأکید بر اصول حرکت اجتماعی هم یکی از اون نکات نابی است که انسان میتونه ببینه.
نکته سوم بحث حدیث و این غور فراوان در احادیث اهل بیت، اونم بعضا کتابهایی که حتی در حوزه های ما هم اونها ممکنه خیلی بهشون توجهی نشه. شما در ابتدای درس خارج فقه و اصول ایشون، خارج فقه ایشون که بیش از 30 ساله داره ادامه پیدا میکنه، شما میبینید که این ابتداش با 4-5 دقیقه از احادیث اخلاقی. خوب اون احادیث اخلاقی از کدوم کتاب ها خونده میشه؟ از کتاب های مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، یکی از علمای درجیه که دوران صفوی است، که تو خود حوزه ها هم ما خیلی به اونها توجه نمی کنیم. از اینها شما بگیرید تا موارد دیگه ای که به عنوان مثال، مثلا اون اتفاقاتی که در دوران قبل انقلاب و بعد از انقلاب ایشون در ساحت قدسی نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن، کتاب منشور حکومت علوی، کتاب نبوت‌ها در نهج البلاغه و کتاب راه روشن مدیران، که اینا همه ناظر به تفسیر و شرحی است که ایشون بر نهج البلاغه امیرالمومنین داشتن، بسیار بسیار راهگشاست امروز و انسان میتونه ازش بهره مند بشه. تو عرصه فقه و احکام، همین بحث مرجعیت، خب من این رو بخوام واردش بشم فقط اشاره ای میکنم. خب ایشون اون دروس مقدمات و سطح که معمولا حدود 10 سال 11 سال طول میکشه در حوزه، در کمتر از 6 سال به پایان رسونن با موفقیت. درس خارج فقه و اصول، اون درسی که دیگه برای اجتهاد و برای استنباط احکام شرعی ورود بهش میکنن، ایشون از 17 سالگی شروع کرده که نوعاً باید بالای 24 سال وارد این درس تازه بشن. بعد هجرت به قم دارن، مجدد مراجعت به مشهد دارن با اساتید ارزشمندی، از مرحوم آیت الله لزمای بروجردی بگیره تا مرحوم امام، مرحوم آقای محقق داماد، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری یزدی، شخصیت های ممتاز که از دریای بیکران اونها بهره مند شدن و بعدم که برگشتن مشهد، که خب مدت ها از درس پرفیض مرحوم آیت الله میلانی بهره مند شدن. بعد از انقلابم که خب شما مشاهده میکنید مباحث حکومتی که دقیقاً بر همون مبانی فقهیشون استواره رو مشاهده میکنید، تا دوران زعامتشون که خب با این همه مشغله شما این درس بسیار سنگین علمی تخصصی خارج فقه رو بیش از 30 سال داشته باشید و شاگردان فراوانی که بسیارشون انسانهای برجسته‌ای هستن بیان واقعاً خازانه زانو بزنن و غالباً هم ادعا بکنن که ما داریم استفاده میکنیم. تو عرصه اخلاق و معارف عنوان عرصه پنجم شخصیت علمی ایشون هم شما این نکاتی رو مشاهده میکنید. این شخصیتی که نگاه اخلاقیشون در حقیقت برگرفته از همون نگاه اصیل اسلامی است، یه نگرش اجتماعی و فعالانه در مسائل اخلاقی دارن. من همینجا یه کتابی رو نام ببرم، حالا در طول دوره کتابهایی رو نام میبریم، تقاضام اینه که حتما سروران گرامی اینا رو یه جای یادداشت بکنن، یقینا به دردشون خواهد خورد. یک دوره کتاب انتشارات فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، یه دوره مکتب انقلاب اسلامی داره. این مکتب انقلاب اسلامی در حقیقت اومده اون نگاه بسیار بسیار عالی حضرت آقا رو از انقلاب اسلامی که مرحله نخست این پنج مرحله است که ما به تمدن نوین اسلامی برسیم شروع کرده، تا میرسه به اون جریان نهایی. مجلد دوم این دوره کتابی است به نام تحول معنوی. خیلی خیلی این کتاب ارزشمنده. از نگاه حضرت آقا اومدن چیکار کردن؟ مطالبی که آقا پیرامون مسائل اخلاقی مطرح کردن و دستبندی بسیار زیبایی داشتن و بعد انسان که نگاه میکنه واقعا حیرت زده میشه. بسیار بسیار قابل استفاده است این کتاب. خب اینم تو نگاه های اخلاقی ایشونه که یک نگاه کاملا با توجه به حیات دنیوی انسان، با توجه به اون نگرش های اجتماعی که باید یک انسان وسط میدان داشته باشه، اینها رو اومدن و تبیین کردن و به شدت قابل استفاده است. خب تو همین عرصه اخلاق من بخوام چند تا از کتاب هایشون رو نام ببرم، خب یکیشو که گفتم این تحول معنوی، بحث مرگ تاجرانه، بحث سائقه گناه، بحث خلوت اونس،
بحث معیشت مؤمنانه، بحث معیشت پرهیزکارانه، کتابی رو قبل از انقلابشون نوشتن به نام صبر. خب اینها خیلی خیلی قابل استفاده هستن. مورد ششم بحث اون نگاهی است که به مقوله‌ای به نام خانواده و به صورت خاص به مقوله‌ای به نام زن، عالی ترین نگاهی که شاید در عالم هستی شما پیدا بکنید نسبت به خانواده و زن، نگاهی است که اهل بیت به ما یاد دادن. واقعا این گونه است. خب این نگاه اگر قرار باشه با شرایط و اقتضاعات کنونی پیاده بشه، شما نمونه امروزینش رو میتونید در بیانات حضرت آقا مشاهده بکنید که خب کتابهایی که توی این عرصه هست بسیار بازخونده نیست. یک کتابی رو از بیانات آقا پیرامون توصیه های اول زندگی به زوجهایی که آقا عقدشون رو خوندن جمع آورده شده به نام مطلع عشق، یک کتابی است به نام بانوی ترازی، یک کتابی است به نام زن و بازیابی هویت حقیقی، یک کتابی به نام خانواده. هر کدوم از اینها رو وقتی که انسان مراجعه میکنه میبینه که چقدر ما میتونیم در مکتب تشیع رشد بکنیم، یک درجات والایی برسیم. مورد هفتم در شخصیت جامعه علمیشون بحث اون توجه تام و تمام است که به تاریخ و سیره اهل بیت دارن. اون نگاه تاریخی ایشون از قبل اسلام، در اسلام، قبل انقلاب، تاریخ معاصر، تاریخ جهان، اون یک بخششه. این نگاه ویژه‌ای که ایشون به انسان 250 ساله دارن، این انسان 250 ساله‌ای که ایشون میگن بعد از رحلت پیامبر پا به عرصه گیتی گذاشت تا اوایل دوران غیبت امام زمان سلام الله علیه که 250 سال میشه، ایشون میان و مباحثی رو مطرح میکنن فوق العاده است. اینا رو که دارم عرض میکنم تقریبا تمامش رو ما توفیق داشتیم که گفتگو بکنیم با دوستان. واقعا اینها نگاه آدمی رو تغییر میده به جریان اهل بیت، به اون کیفیت زمامداری اونها در دوران حاکمیتشون، مثل امیر مؤمنان، مثل امام مجتبی، مثل نبی مکرم اسلام، و اون دورانهایی که اینا از حاکمیت کنار گذاشته شده بودن. وقتی که توجه میکنیم میبینیم که اون نقطه اشتراکی تمام حضرات معصومین رفتن به سمت تشکیل حکومت اسلامی است که شما در کتاب همرزمان حسین که سال 52 آقا در تهران سخنرانی کردن این رو مشاهده میکنید، یا در همین دو مجلد کتاب انسان 250 سال حلقه دوم و سوم شما این رو مشاهده میکنید. تو کتاب‌های مربوط به سیره اهل بیت هم من چند تا رو بخوام نام ببرم، کتاب مربوط به پیامبر که نام احمد، نام جمله انبیاست، خب خیلی ارزشمنده. کتاب دو امام مجاهد که پیرامون امام مجتبی و امام سیدالشهدا سلام الله علیه ماست، کتاب نظریه انتظار پیرامون امام زمان، کتاب پیشوای صادق، یک کتابی رو در مورد امام سجاد دارم به نام حماسه امام سجاد. واقعا این کتاب خوندنی است. به تعبیری امام سجاد که قهرمان اهل بیت هستن از نگاه مثل حضرت آقا، در نگاه ما این گونه نیستن. خب نگاه ما نقصان داره. وقتی که رفتیم بر این نظام فکری و این اندیشه عالی و راقی نشستیم، تازه متوجه میشیم که چقدر ما باید تو این عرصه میومدیم و کار میکردیم. یکی دیگه از اون مباحثی که به شدت در نگاه آقا و در شخصیت علمی ایشون اونم در وسط میدان تأثیر گذاره، بحث خود انقلاب اسلامی است. این خیلی خیلی نکته پر اهمیتی است. یکی از تفاوت‌هایی که حضرت آقا با اسلام شناسان معاصر دارن، ما میگیم اسلام شناس کسی است که علوم مختلف اسلامی رو واقعا فهم کرده. علوم اسلامی لزوما فقه و اصول و تفسیر نیست که اینها مهمترین هاش هستن. ما میگیم اقتصاد اسلامی هم داریم، سیاست اسلامی هم داریم، فرهنگ اسلامی هم داریم. یه انسانی که اومده و در عرصه‌های مختلف با اون قوه اجتهادی که داشته کنکاش کرده و به نظریات نورسیده میشه اسلام شناس. اسلام شناس مثل مرحوم سید محمد باقر سعد رحمت الله علیه، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله جوادی آملی، مرحوم علامه مصباح یزدی، علامه طباطبایی، مرحوم امام موسی صدر و خوب خود حضرت آقا. این تعبیری که من الان به کار میبرم تعبیری است که مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه داشتن به اون وزانت علمی که ایشون میگفتن جامعیت حضرت آقا بیشتر از بقیه است. خب اینم جای تعجب نداره. چرا؟ چون حضرت آقا در دوران
تحصیلشون از یک طرف، اون نبوغی که داشتن، اون تلاش‌های فراوانی که کردن از یک طرف، و بعد در دوران اقامه اسلام ایشون هم در فهم اسلام، هم در تبلیغ و تبیین اسلام و هم در اقامه اسلام خب خیلی خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. و در اقامه اسلام حتی از خود امام هم بیشترشون ورود کردن. امام کل دوران حکومت اسلامیشون بوده 10 سال طول کشید، در حالی که آقا وارد دوره و دهه چهارم زعامتشون شدن. و این همه از مسائل خرد و کلانی که مربوط به جامعه انسانی و جامعه اسلامی میشه رو شما میدید که اومدن و با مبانی اصیل اسلامی حل و فصلش کردن و او رو به سرانجام رسوندن. خب این خیلی خیلی فوق العادگی داره، این خیلی خیلی باعث اون عظمت جایگاه و شخصیت علمی ایشون میشه. تو همین عرصه انقلاب اسلامی شاید مهمترین نوشته ایشون بتونیم بگیم که همین بیانیه گام دومه. این بیانیه گام دوم که انسان به عنوان یک سند بالادستی باید تمام فعالیت‌های خودش رو در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و حکومتداری بر طبق اون بیاد و تنظیم کنه. خب این متاسفانه اونگونه ای که باید و شاید محقق نشده. از جمله کتابهایی که پیرامون نگاه حضرت آقا تو همین عرصه های انقلاب اسلامی، اونم با نگاه علمی وجود داره، بحث صورت و سیرت انقلاب، بحث نظر اندیشه مقاومت، کتاب عدالت، روشنای آینده، یه کتابی آقا دارن. این کتاب البته این که میگیم کتاب، خب اینها بیشترشون برگرفته از سخنرانی های آقاست، به نام روش تحلیل سیاسی در اندیشه حضرت آقا. این کتاب روش تحلیل سیاسی یکی از کوچکترین کتاب های آقا و یکی از پرمغزترین کتاب هاست. خیلی خیلی ارزشمند این کتاب، خیلی خیلی قابل استفاده است برای یک انسانی که میخواد تحلیل درست و به هنگامی داشته باشه. یک کتابی به نام عهد مشترک از بیانات آقا جمع‌آوری شده، ناظر به بیانیه‌ای که ایشون در سالگرد ارتحال امام میدن. خیلی این بیانیه مفصل و دقیق و ارزشمندی است که پیرامون شخصیت عظیم حضرت امام میگن و بعد نگاه‌های خودشون رو اونجا میان مطرح میکنن. و دست آخر هم تو بحث شخصیت ایشون، ما اگر خواسته باشیم یه نکته رو عرض بکنیم، بحث اون نگاهی است که به دنیای اسلام و به دنیای غرب دارن. دنیای اسلام و دنیای غرب، اون توجه تام و تمامی که اومدن اون نگاه‌های علمی و اسلامی خودشون رو در دنیا دارن پیاده میکنن، که یکی شده نظریه مقاومت که شما دارید مشاهده میکنید با همه مظلومیت‌هایی که دنیای مقاومت امروز در عالم داره، اما اقتداری داره که همه هم دارن اذعان میکنن. کجا ما فکر میکردیم که آمریکا هفته یکی دو تا از کشتی‌هاش با موشک‌های یک ملت مستضعفی به نام یمن نواخته بشه و نتونه کاری رو بکنه؟ کجا فکرش رو میکردیم یک رژیم جعلی به نام اسرائیل که در 6 روز که معروف شد به جنگ 6 روزه تمام ارتش‌های کشورهای عربی رو شکست داد، اما الان بیش از 150 روزه که در برابر یک واقعا گروه، در برابر یک تشکیلاتی به نام مثلا اون جهاد مقاومت اسلامی فلسطین، اون حماس، نتونسته اون کار لازم رو به سرانجام برسونه. اینا برمیگرده به همین نگاه، این نگاهی که هرچی شما، و تو بحث غرب شناسی هم دقیقا همین نکته وجود داره. یعنی اون توجهی که آقا به غرب دارن، نه یک توجه صفر و سیاه و نه یک توجه یک سفید کامل، نه اون جایی که اونها توانمندی هایی دارن که میشه ازش استفاده کرد، آقا میگن استفاده بشه، و اون جایی هم که اونها میان با همون هیمنه بسیار بسیار پلش و پوشالی خودشون نسبت به کشورهای دیگه اعمال میکنن، میگن نه ما باید ایستادگی داشته باشیم. خب این به نظر میرسه که نکته فوق العاده ای است که انسان باید در نظر داشته باشه. خب ناظر به جهات علمی آقا، مطالب دیگه هم میشه گفت. به همین اندازه بسنده میکنیم صرفا به خاطر اینکه قلبها آرام بگیره وقتی رفتیم بر این کتاب ارزشمند طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نشستیم، به این باور رسیده باشیم که اینها از سینه یک عالم برجسته تمام عیار شیعی داره ایراد میشه و واقعا میتونه اون مبانی اصلی فکری و اعتقادی ما رو بسازه، که وقتی این مبانی اعتقادی ساخته شد لاجرم بر روی او اخلاق و احکام و باورها و همه اینها هم ساخته میشه، که خب ما بهش به شدت نیاز داریم. نکته آخر
بسیاری از کسانی که در کشور در علوم نوپدید مثل جریان هسته‌ای، مثل نانو و و و این روزها کتابی رو مطالعه میکردیم به نام تویی که نشناختمت، پیرامون شخصیت شهید فخری‌زاده، خیلی کتاب ارزشمندی بود. شما نگاه میکنید میبینید که میگن اون کسی که جلودار ماجرا بود، کمک کرد، همه جوره دست ما رو گرفت، رهبر انقلاب بوده. تو عرصه یک کتابی به نام بانگ آزادی، مرحوم استاد احمد علی راغب که تو عرصه موسیقی اصطلاحاً انقلابی واقعا میشه بگیم پدر موسیقی انقلابی هستن، شما نگاه بکنید ببینید چقدر هی ارجاع میدن به نگاه های آقا. تو عرصه های قرآنی، تو عرصه های نمیدونم علوم انسانی، تو عرصه های علوم پایه و مهندسی، تو بسیاری از این علوم نوپدید رو هم که شما نگاه میکنید میبینید که اگر یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کردیم، اگر 11 برابر میانگین دنیا رشد علمی کشور ما بوده، برمیگرده به همین نگاه شخصیت والایی که هم خودش عالمه به تمام معناست و همین که علم دوسته و حمایت‌های بیکرانی که نسبت به اینها داشته، که خدا انشالله ایشون رو برای همه ما حفظ بکنه و به دستان مبارکشون پرچم انقلاب اسلامی به دستان مبارک امام زمان سلام الله علیه برسه ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.